پدر من مدیر بودن، پدر من ارتشی بودن. بعد از ارتشی وارد بانک تهران شدن که الان شده بانک ملت، معاونت قسمت ارضی بانک تهران رو داشتن. و چون آدم بسیار روشنی بودن، با اینکه خیلی قدیمی بودن، سنتی بودن و خیلی روشن بودن، خیلی دوست داشتن بچه هاشون تحصیل کرده باشن، علل خصوص رو تطاقالی مثل من که منو چهار تا خواهر بودین؟ با خود من پنج تا، چون من آخریم. بله. خیلی دوست داشتن منی که حالا تطاقالیم رو من خیلی عشق می‌ورزیدن و حساسیت داشتن، من برم به یه جایی مثلا برسم. محبت کردن، کار منو جور کردن. در سن 16 سالگی که من هنوز کاشان یا قم یا قزوین یا کرج رو هنوز ندیده بودم، از محیط خانواده هنوز دور نشده بودم، من فرستادن سوئیس. رفتم مونترو، یکی از شهرهای بسیار زیبای سوئیس به اسم مونترو. از زمانی که با تو یک پانسیونی که تمام مسوقا بودن، یعنی تاریک دنیا ها، خواهرایی که تاریک دنیا هستن، حالت کلیسا مانند بود ولی خیلی غمگین، خیلی چون تمام دخترها بودن، دختر و پسری وجود نداشت. من از زمانی که وارد شدم اشک ریختم تو این دو سال و آرزو داشتم که هرچه زودتر به ایران برگردم و نتونستم بمونم و اون خواسته پدرم رو نتونستم اجرا بکنم. یعنی دوست داشتن که من تحصیلات عالیه اونجا داشته باشم، تحصیلم بکنم. دو سال بیشتر اونجا نموندم، دووم نیاوردم، برگشتم، اومدم اینجا ادامه تحصیل دادم. باور میکنین چقدر میان به من میگه خانم امینجلی شما اصلا نقشه مظلوم بهتون نمیاد، شما باید حتما جیغ بزنید. خب آقا جان جیغ میزنیم، میان میگن چرا جیغ میزنی، میایم تون صحبت بکنیم، میگن تو چرا عصبی هستی، میایم کار درام کار میکنیم. البته کار درامم خیلی دوست دارم بی نهایت. کدوم کارتون؟ مال آقای اصغر فرهادی، داستان یک شهر. داستان یک شهر که هر دو قسمت کارهای آقای اصغر فرهادی رو بودم. حتی یادمه یه قسمت، یک سکانسی داشتیم تو دادگاه که من بچه‌م رو سر راه گذاشته بودم، با شوهر مشکل داشتم، اومدیم نشستیم تو دادگاه، من دارم دفاع میکنم، قاضی میگه شما بلنشین دفاعیتونه بکنین، که من بلند شدم با گریه عشق میریختم و میگفتم این آقا معتادن و من دوست نداشتم که بچه من زیر دست یه همچی کسی بزرگ بشه و دلم میخواست که بچه‌مو نجات بدم. به خاطر این بردم گشتم سر کار، سر راه، چون پولی هم نداشتم حتی برای بچه شیر خشک بگیرم و اینها. این سکانس رو من تو دادگاه طوری بازی کردم با گریه زیاد، یعنی اون لحظه. بعد از دادگاه اومدیم بیرون، یادم میاد دادگاه تو خیابون سپهبد قرنی هم بود، الان یادم نیست کجا، اومدیم دم پارکینگ، آقای اصغر فرهادی به من گفتن که خانم امین جلیلی قطره برات ریختن تو چشم. گفتم نه آقا. خب پس اینم گریه، این همه عشق از کجا آوردی؟ گفتم خب آقا اون لحظه که آدم تو اون مود قرار میگیره، تو اون حس قرار میگیره، یعنی من احساس میکنم این دقیقا این حالت برام پیش اومده، به خاطر همون این عشقا سرازیر میشد، واقعی سرازیر میشد. گفت واقعا خیلی عالی بود خانم امیرجلیلی. یه کار دیگه من کردم که خارج از کشور شاید 10 تا جایزه گرفت به اسم دم صبح، الان سیدیش هست اینجا. یه آقای بود از امریکا آمدن، یه قصه بود که واقعیت داشت، بر اساس واقعیت نوشته شده بود. این کار رو ما کاری کردیم و خیلی کار قشنگ و خیلی کار به یاد ماندنی شد. خیلی کار خوب و 6 تا جایزه اونور گرفت. منتها اون موقع از شانس بعد من فرش قرمزی وجود نداشت که من برم رو فرش قرمز و برای اون فیلم سینمایی جایزه بگیرم. مریم امیرجلالی جشنواره فجر، فرش قرمز نداشتم. چرا؟ میگن جایزتون جابجا شد تو یک سالی که شما به عنوان بازیگر برتر. نه اون ببینیم، مال فجر نبوده، مال دنیای تصویر بود. جشن مرحوم علی معلم، جشن مرحوم علی معلم بود که من برای خانه به دوش انتخاب شده بودم. از اونجایی که خب میدونید که در سطح سینما تلویزیون رابطه وجود دارد و ضابطه وجود ندارد به هیچ عنوان، اسم مریم امیرجلالی حذف شد و جایزه به کسی دیگه ای داده شد، که البته من درست است که بگم
اسمشون بگید. خب دو سه سال بعد دیدن مریم امیرجلیلی چقدر مظلوم واقع شده، خیلی مظلوم واقع شده، دلشون سوخت و در همون دنیای تصویر بنده اون برای جشن حافظ اون لوح حافظ رو به من دادن و قدردانی کردن برای سریال ترش و شیرین. ترش و شیرین یکی از بهترین کارهای شماست. مریم امیرجلیلی تو خیابون حقوقی به دنیا میاد، یه مدیر ارشد حقوقیه، لاین کارش مشخصه. یه اتفاقی برای مریم امیرجلیلی میفته توسط یکی از بزرگترین و بهترین هنرمندای سینما که وارد این قصه میشه. اینو برام میگین؟ من کارمند بودم، کار میکردم. یک سریالی ساخته میشد در منزل اون همسایگی ما، لوکیشنی که انتخاب کرده بودم طبقه بالا منزل من بود، طبقه پایین لوکیشنی بود که سریال زیر گنبد کبود به کارگردانی تلویزیونی بود. بله، به کارگردانی مرحوم زنده یاد آقای بهمن زرین‌پور تهیه میشد و من هر روز خب پنجشنبه که تعطیل بودم از اداره میمدم با بچه‌ها میشستیم قهوه‌ای میخوردیم. گهگاهی دوست داشتم که کیک براشون بپزم بیارم بچه‌ها با قهوه میل کنن. البته دو سه نفر برگشتن گفتن آها پس معلومه اینقدر کیک و قهوه به اینا دادی که تو رو بردن تو فیلم. از این چیزا زیاد گفته میشه. از اونجا خب میشستیم زورا سر سفره. ما هم که عاشق غذای تلویزیون بودیم، البته اون موقع از این غذای یه بار مصرف نمیدادن، آشپز می آوردن، غذاهای خیلی خوب درست میکردن و تهیه کننده هم آقای بهروز خوشرزم بودن، یکی از بهترین تهیه کننده ها که واقعا یادشون همیشه هست و همیشه ذکر خیرشون هست. که دیگه ما اونجا با این گروه آشنا شدیم و هر روز چون اغلب از اداره میمدم با گروه فیلمبرداری میشستیم، میگفتیم، میخندیدیم. یه روز صبح زود من داشتم تو کوچه میرفتم، ساعت 7:30 صبح داشتم میدویدم که برم سر کار، آقای علی نصیریان تو کوچه دیدم که ایشون هم داشتن استاد میمدن. علی نصیریان، استاد علی نصیریان که واقعا استاد به تمام معنا، داشتن میرفتن برای گریم و لباس. سلام کردم، استاد صبحتون بخیر. گفت صبح شما بخیر. این موقع شما کجا؟ گفتم جناب دارم میرم سر کار. شغل چیه؟ گفتم مدیر مالی انتشارات خوارزمی هستم. گفت شما با این همه استعداد و خیلی گرم و خیلی خوب صحبت میکنی، خیلی فن بیانت خوبه، چرا بازیگر نشدی؟ گفتم استاد ما از پدرمون هیچ وقت اجازه این کار رو نداشتیم. نه حیف، واقعا پدر در حیاتن. گفتم نه. گفت خب چرا این کار رو نمی کنی؟ گفتم نه، من که شغلم یه چیزیه که اصلا تو این خط نیستم به هیچ عنوان. خلاصه خدافزی کردیم اومدیم و یکی دو هفته بعد اینا هم کارشون تموم شد و لوکیشن رو جمع کردن و اومدن رفتن خیابون یخچال که ادامه سریال گرفته بشه. یه روز همین آقای بهروز خوشرز به من زنگ زدن که خانم امیرجلیلی بابا بچه‌ها اینقدر دلشون برای شما تنگ شد، چیکار کردین این بچه‌ها اینقدر شما رو دوست دارن؟ گفتم والا ما کاری نکردیم، فقط داد سرشون زدیم، عصبانیت داشتیم، نمیدونم بد اخلاق بودیم، از این کارا بودیم، به خاطر این بد اخلاقیای من البته این دارم گوشه میزنم به اونایی که تیکه میندازن. خلاصه ما رو دعوت کردن، گفتن چهارشنبه بیا که چلو کباب داریم، شما هم چلو کباب کوبیده دوست داری. گفتم باشه آقا. ما تو اداره صبح منیم کارمارای بانکی و تشکیلات و ارباب رجوع و همه رو راه انداختیم و ساعت 1 پاشدیم رفتیم لوکیشن یخچال. رفتیم اونجا رو نشستیم، خیلی از ما همچین استقبال خیلی قشنگ، نمیدونستم برای من خواب دیدن، استقبال خیلی قشنگی از ما کردن فلان و بسار. نشستیم غذا خوردیم و گفتیم و خندیدیم و بعد از ظهر اون روز آقای بهمن زرین‌پور گفتن خانم محبوب اسکندری این خانم امیرجلیلی رو ببر اون پشت، دستی به سر و صورتش بکش، میخوام ازش یه سکانس همچین مشت. گفتم به آقای زرین‌پور به قرآن من نمیتونم، از خواهش میکنم حرفشم نزنی، آقا من فردا میخوام برم سر کار بعد تو خیابون نشون بده، اصلا نمیتونم. گفت نمیتونم و اینا نداره. اون روزم یه خانومی بنده بود بیاد اون نقش رو با خانم مینا جعفرزاده کار کنه، نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود برای یه کسی مثلا بیمارستان یا اورژانسی بود، نمیدونم خلاصه چی بود. من دقیقاً نفهمیدم چون انقدر استرس داشتم برای این مسئله، نپرسیدم چی به چی، به خاطر همین دیده بودن کسی نیست، منم اومدم و چلو کبابم به من دادن خوردم، پس بذار یه استفاده بکنیم دیگه. خلاصه آقای جابر ما رو فرستادن تو اتاق گریم، یه لباسم دادن تنمون کردیم و یه دستی هم به سر صورتمون هم کشیدن، اومدیم جلو دوربین، اومدیم جلو دوربین تو آشپزخونه،
من خواهر نقش خواهر خانم مینا جعفرزاده رو بازی میکردم که عروسی پسرشه، ما هم از شهرستان اومدیم میخوایم تو عروسی باشیم، داریم غذا درست میکنیم، برنج آبکش میکنیم و با هم حرف میزنیم و از این حرفا. آقا سکانس یه دفعه گرفتن، ما دیدیم پشت دوربین همه شروع کردن به دست دادن. اولین تجربه کاری من که آقای زرین‌پور گفت نگاه کن یه دونه توپخ تو نزدی، تک برداشت. ورودتون به عرصه قاب بود، از اونجا تصفح. بود که دیگه بعد از اون خانم مرزی بورمن محبت کردن، منو دعوت به کار کردن که رفتم خودرو تهران 11 رو کار کردم باهاشون، بعد سریال هتل مروارید رو باهاشون کار کردم، بعد با آقای رامبد جوان در همین حوالی رو باهاشون کار کردم، اومد تا رسیدیم به سال 73 سریال ماندگار خانه به دوش که گرفت دیگه، که درود میفرستم بر آقای اصغر فرهادی برای اون قصه ای که برای ما نوشتم و ما کار کردیم. البته اینو قبلا لو دادن و من نکردم بگن مریم امیر جلالی اومد گفت اصغر فرهادی، قبلا نیست که گفته شده، بله اعلام شد که آقای اصغر فرهادی، فیلمنامه آقای اصغر فرهادی بود و منم واقعا انرژیمو گذاشتم سر این کار. شاید خیلی از دیالوگایی که شما تو خانه به دوش میبینید اصلا تو فیلمنامه نبوده، من بداهه کار کردم، بداهه کار میکنم. من زندگی کردم تو خانه به دوش، جزد جگر. اینی که بچه میگه که مامان حالا فردا میخوایم بریم خونه خاله من چی بپوشم، که میگم بیا این 20 صاحب شده رو بپوش، تو شدی هند جگر خورد نشستی جگر منو داری میخوری، یک دونه از اینا تو فیلمنامه نبوده. یا اون لحظه که مثلا ماشاءالله از مالزی زنگ میزنیم، تلفن تصویری نداشتیم که، دیدین که تلفن از این گرگوریا اون گوشه بود و یه دستمال معمولی بود، یه دستمال هم روش انداخت بودیم که خاک نگیره، تصویری نبود که. مثلا از مالزی زنگ میزد، من بلافاصله روسریمو درست میکردم، یه خود همچین اشفگری میکردم که حالا شوهر من اون ور مالزی تو گوشی از من منو داره میبینه. تمام اینا میزانسنایی که خودم بوده و خیلی از گفته هم تمام بداهه بوده تو تمام سریال هم. حسم این بود که مریم امیرجلالی داره برای همیشه از ایران میره و ازتون خواهش کردم که برای همیشه کجا؟ به طرفداراتون بگید شما دارید اقامت کانادا گرفتید، برای همیشه دارید میرید؟ برای همیشه نمیرم عزیز من، چرا برای همیشه برم؟ اینجا زادگاه منه، اینجا اینقدر من عشق دارم، اینقدر اینجا دوست دارم، اینقدر اینجا آدمای نازنین، مگه من میتونم اینا رو همین؟ هواداراتون منتظر برگشت شما باشن به ایران؟ من از اونجا هم باشون ارتباط دارم، من 6 ماه میرم پیش بچه‌هامو برم، البته الان بچه‌ها اینجا هستن، به خاطر بچه‌ها دارم میرم اونجا، چون از موقعی که کرونا شده اینا دورکارن، زن و شوهر از صبح تا شب تو خونه دارن کار میکنن، دوتا بچه‌ها دانشگاه میرن، برم یه مقدار برای اینا کار بکنم، اون آشپزی که میخوام اینجا بکنم اون آشپزی رو اونجا انجام میدم، دستورش میدم اینجا درست بکنم، ولی برمیگردم. خب سوالای کوتاه، جواب کوتاه، هر کدوم هم بخواید میتونید بگید من برم بعدی. اینجوری که میکنم یعنی برم بعدی. بهترین اتفاقتون؟ تولد دخترم. بدترین اتفاقتون تو زندگی؟ فوت پدر مادرم. کدوم خواننده؟ پریسا. تو خواننده های معاصر الان ایران کدوم خواننده؟ مرتضی پاشایی، حمید هیراد، محمد علیزاده. شیراز هم یه کاری مهمان با هم بودید، خیلی تعریفشون رو میکردید. آقای زنده وکیل، استاد عزیز، علی زنده وکیل، استاد نازنین، با اخلاق، با شخصیت، با مرام. البته اینایی که من همه گفتم دارای این خصوصیات هستن. استاد شجریان روحشون شاد، خدا رحمتشون که من کنم. با تصنیفاشون، با آوازاشون واقعا زندگی کردم. بدترین چیزی که ناراحتتون میکنه؟ قضاوت بیجا. بیشترین چیزی که خوشحالتون میکنه؟ خوشحالی آدم ها، خوشحالی مردم. بهترین دوستتون؟ همه. دارید میرید کانادا با رانت میرید یا با زحمت خودتونه؟ با شانسی که به وجود اومده که اسمم تو لاتاری در اومده، اون لاتاری هم فقط به خاطر اینکه دخترم اقدام کرده، لاتاری که مخصوص پدر مادر هاست، یعنی بچه هایی که اونجا اقامت دارن پاس کانادایی دارن، میتونن برای پدر و مادرشون اونجا پر این چیه؟ پر میکنن، یه چیزایی پر میکنن و میره توی لاتاری. اگه قبول شدی خب
باید تمام کارا رو انجام بدی به عنوان مهاجرت. الان این اتفاق بر من افتاده و من حتما باید 3 سال تو 5 سال پر بکنم که پاس کاناداییمو بهم بدم، که میتونم از مزایای اونجا، از دکتر، دارو، جراحی، تمامی چیزای پزشکی میتونم مجانی استفاده بکنم و بعد از 5 سالم میتونم به راحتی حقوق بگیرم اونجا. اون البته اینو گفتم ولی من پرسیدم که نه، حقوق نداره، حقوق اصلا عبد. خانواده اساسی ترین چیزه. خانواده. بهترین پارتنرتون قبل از کرونا که پرکار بودید؟ جناب آقای سیروس گرجستانی زنده یاد و آقای فتحعلی اوبشتی. علت نامگذاری فتول چی بود؟ اولین بار شما این اسمو گذاشتین؟ نمیدونم چرا انقدر که خب ما یک ماه و نیم اصفهان کار میکردیم، من بودم با آقای فتحعلی اوبشتی و همسر نازنینشون، انقدر صمیمیت بود بین ما که گفتم یه روز بهشون گفتم آقای این فتحعلی بی خود بر من سخت نمیچرخه، این زبونه نمیچرخه، میتونم شما رو صدا کنم؟ یعنی میبرم چی بقیهش فاکتور بگیرم بگم فتل، گفت خیلی هم خوبه مون دیگه این اسمه. اتفاقا این برنامه زنده خوشا شیراز من خودم هم مثلا یادم نبودم چه چیزی خوشا شیراز، یه تیکه کار از آقای اویسی پخش شد که گفتاش میگفت این مریم امیر جلالی بود که این فتل رو من گذاشت، فیلمشو داشتن یعنی بعد از فوتش بود، گفتن این فیلمشو گذاشتن، گفتن شما فتل رو آقای فتحعلی اویسی گذاشتین، گفتم به خدا اصلا یادم نبوده، گفتم آقای اویسی خدا بیامرز گفتن که این فتل رو ایشون رو من گذاشتم. مجبور باشین یه شهری غیر از تهران زندگی کنین، چه شهری میرین؟ شیراز. رضا عطاران نازنین دوست داشتنی، رضا صادقی عمو رضا صادقی دوستشون دارم، حمید لولایی هیچ نظری ندارم. مرسی از حضورتون. من با اینکه جواب سوالمو گرفتم ولی با اون دوربین و با مخاطبینتون واقعا با صداقت بگید که شما برمیگردید ایران یا ما آخرین مصاحبه شما خواهیم داشت. عزیزانم، دوستان نازنینم، همتون رو دوست دارم و هرگز نمیتونه این صحبتی آقای جابر کردن به مغزم خطور کنه که من ایران رو بتونم ترک بکنم. ایران زادگاه منه، ایران عشق منه و ایران وطن منه و این 3 چیز همیشه در خاطر من بوده و هست و خواهد بود. همتون رو دوست دارم، به امید دیدار تا روزهای خوب زندگی.